آقای علی رضا. بله، خدمتتون. به شما بیدارم، خوب خوش باشین. من حقیقت تاپیک بدم، خیلی دلم میخواست در مورد صحبت بکنم، چون اصلا متوجه نیستم و نفهمم که اصلا توهین به حقایق خوب ورزش یعنی چی، اصلا توهین به حقایق یعنی چی. من در این مورد توضیحاتی رو خیلی مختصر عرض کنم. ببینید عزیزان، عقیده ای قابل احترام هستش که نفی عقاید دیگران رو مسدود نکنه، یعنی که از راه های رشد یک عقیده و باور نقد کردن اون هستش. هر کسی در ابراز نظر آزاد هستش، اما آیا میتوان گفتش که نظرات و عقاید حقوقی دارن که باید اونها رعایت بکنیم که بر اساس رعایت اونها نتونیم اونو نقد بکشیم؟ اینطور به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیلی که در عالم انسانی، در این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، انسان ها در کنار هم هستیم، در جامعه متعلق حقوق خود انسانه، نه عقاید و نظریات او. این در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم انعکاس یافته. عین شما، خیلی سریع میخونم سه تا خط. میگه که هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و نیز ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، عدالت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. اگر اینو مد نظر قرار بگیریم، پس از اونجا که نظرات و عقاید متعلق حقوق واقع نمیشوند، در نتیجه سخن گفتن از احترام به نظر یا عقیده اصلا معنی نخواهد داشت. افزون بر اون، اگر شما مراجعه کنید به بیوه جناب آقای کرمی، جمله خیلی قشنگی ایشون نوشتن که هیچ چیز مقدس نیست. ممکنه سوال بشه که چرا ایشون نوشتن هیچ چیز مقدس نیست؟ افزون بر این که عقاید و باورهای ما متعلق احترام واقع نمیشوند، من باید عرض کنم که هیچ تقدسی هم وجود نداره. چرا؟ چون زیرا اگر مراد از این تقدس این باشد که هیچ چون چرایی در اون راه نداره و تا ابد باید صادق تلقی بشه، چنین چیزی عموما در عالم ما یا در علم فلسفه اصلا وجود خارجی نداره. بنابر هست یک اصلی هست به نام اصل خطاپذیری یا فیلیبیلیتی پرینسیپل. همواره احتمال اقامه استدلال قوی تر در نقض یک نظر، باور و عقیده وجود داره. در این صورت باور به اخلاق اقتضا میکنه دست از نظر و باور قبلی برداریم. پس به این دلیل هیچ نظر و باور و عقیده مقدس نیستش. و کانت هم این موضوعی گفته هیچ چیز آنقدر مقدس نیست که خود را مسئول نگه دارد از پژوهش و بررسی موشکافانه‌ای که هیچ ملاحظه و اعتبار شخصی را نمی‌دهد. پس عزیزان مد نظر داشته باشن، ما اگر داریم مطرح میکنیم که توهین به عقاید، این اصلا و ابدا محلی از اعراب نداره در عالم انسانی. و این دوست عزیزمون هم که مطرح فرمودن در ارتباط با جناب آقای حسین و دیگران مطرح فرمودن که چه تصمیمی وجود داره که جوامع اگر که دین مدار نباشن یا پایبند به ایدئولوژی نباشن، اون جامعه جامعه سالم باشه. خیلی ساده است، یه جامعه آماری بگیریم. ما روانشناسا جامعه آماری در نظر میگیریم. شما برید مطالعه کنید در مورد کشورهای پیشرفته یا حتی دیولپینگ، یعنی در حال پیشرفته، اونو مطالعه بکنید. بیاید در کشورهایی که پایبند به ایدئولوژی هستن، ببینید میزان جرم، جنایت و فساد چقدره. اینا رو با هم مقایسه کنید، بعد متوجه خواهید شد که اصلا و ابدا عزیزان میگن در فرانسه اینجوریه، در اونجا نمیدونم آمار رو از کجا میارن، چون روزانه در انجام روانشناسی ایران این چیزا به ما میرسه، این مقالات به ما میرسه و این تحقیقات داره انجام میشه. پس برای خواهش میکنم که به قول معروف متأسفانه نسبت به این موضوعات نظر ندیم. میتونیم به مقالات مراجعه کنیم، میتونیم به جواج آماری مراجعه کنیم، ببینیم که میزان جرم، جنایت و فساد در کشورهای پیشرفته و دیولپینگ نسبت به کشورهایی که پابند ایدئولوژی هستن و جهان سوم هستن چقدر هستش. متشکرم، عذرخواهی میکنم صحبتام متول شد. ممنونم از شما آقای علیرضا گرامی. تشکر میکنم. من هم آقای علیرضا. کامی 3 دقیقه وقت دارید. ممنون. سرجان، من پایین بودم داشتم گوش میدم، فقط بحث محارم که پیش اومد خواستم بیام بالا که مطلبی بگم بفهمم و دوباره برگردم پایین. ببینید دوستان توضیحات خیلی قشنگی دادن، واقعیت هم همین بود. من فقط یه جمله از لارنس ام کراوس، نویسنده کتاب گیتی از هیچ، ایشون یه مناظره داشت با یه استاد دانشگاه مسلمان، چون میدونید که ادیان وقتی با یه بی خدا، رفتار ادیان با یه بی خدا مناظره میکنن، نهایتا به همچین سوالاتی میرسه آخر بحث. ایشون هم همچین سوالی کردن از آقای کراوس که
نظرت در مورد ازدواج محارم چیه؟ ایشون با این قید که من این رو پیشنهاد نمی کنم، ولی اگر روزی یک خواهر و برادر تمایل داشتن که با همدیگه زندگی بکنن و نسبت به هم حس خوبی داشتن، به شرط اینکه از اونها بچه این تولد نشه، اونم میدونیم به خاطر بحث ژنتیک، چون انسان آزاد زاده شد و آزاد هم از دنیا میره، من هیچ ایرادی برای این نمیبینم که این دو شخص با همدیگه زندگی کنن و راضی باشن از همدیگه. فقط بخواستم این رو بگم که نظر یه دانشمند که آتیست هم هست چجوری با همچین مسئله به راحتی در مورد صحبت میکنه و نظرش رو میگه. گفتم این رو اینجا عنوان بدم، شاید در بچه ها بخواده. ممنونم کامی. وقتی چی میخواستی بگی؟ هیچی میخواستم بگم سپاسگزارم از نظرش رو به اینکه مطلب رو در میون گذاشته. مرسی. امید 3 دقیقه وقت داری. سلام میکنم خدمتتون و متشکرم به خاطر این روم خوب و پرباری که زدیم. من نکات رو سریع بگم. اولا دش توهین به عقاید کاملا مخالفم، اما هر عقیده‌ای باید نقد بشه و به چالش کشیده شه تا عقایدی که مخرب برای جامعه بشریت از تعمیم و گسترشش جلوگیری بشه، که نشه یک عقیده مثل خمینی و خمینیسم بیاد تو کشور ما و 42 سال اسیر خرافات و اسیر این بدبختی رو ننگ بشیم. این از این. خدمت حسین و تمام دوستان مذهبی و دینی که میگن دینی، اینو باید قبول کنی، چرایی در کار نیست، اما وقتی قانونی ایجاد میشه پشت یک فلسفه و پشت یک چراییه. نکته سومی که میخوام بگم، با عرض پوزش از تمام زنهای سرزمینم و واقعا من خاک پاشون هستم، من تو کشور دانمارک دارم زندگی میکنم، 85% این کشور آتئیستن، اصلا یه چیزی به نام خدا و دین و اینا رو قبول ندارن، ولی یکی از کشورهای تاپ تو دنیاست برای از هر نوعی که شما در نظر بگیری. 3 ماه پیش تو پارلمان دانمارک یه قانونی رو تصویب کردن که اگر زن و شوهر یا دوست پسر دوست دختر گرلفرند بویفرند اینا با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن و اگر زن ناراضی باشه میتونه بره شکایت کنه به جرم تجاوز حتی از شوهر خودش، چیزی که تو ایران ما برای 1400 سال برای تمام زنها شاید هزاران بار اتفاق افتاده باشه. هر موقع دین شما به این نقطه رسید که یک زن رو حقوقش رو اینقدر ببره بالا و همچین حقی بده، اون موقع بیا از دین و محارم و نمیدونم از عقاید صحبت کن. برادر من، شما هنوز خیلی مونده که برسی به پای این جوامع. شما تو فرانسه زندگی نکردی به من میگی شنیدم؟ شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ بعد اظهار نظر نکن که اینجا هزاران نفر دارن، حداقل 50-60 نفر دارن به حرفت گوش میکنن. من ببخشید من اصلا خوب میشه، چون یه چیزی رو شما داری به خورد جامعه یا به ذهن و ضمیر ناخودآگاه افراد تزریق میکنی که زمین تا آسمان متفاوته. اگه خودت اومدی زندگی کردی دیدی مدرکشو داشتی، من در خدمتت هستم. مگه غیر این قانونش هست؟ قانونش هست، تموم شد. آقای حسین عزیز، میکروفونتون رو روشن کنید. آقای حسین، ایشون زمانشونه، وقتی شما داشتید صحبت میکردید ایشون هیچی نگفتن. ادامه بده امید جان. من مختصر صحبت میکنم دیگه، صحبتی ندارم که دوستانی که کارشناسن رو بهتر میدونم بگم. فقط میخواستم بگم که همچین قانونی تو دانمارک هست، کشوری که آتئیسته، کشوری که اصلا خدا رو باور نداره. ببخشید بچه‌ها یه ذره من اعصابم خورد، چون واقعا ممنون از اطلاعاتت، واقعا اطلاعاتت به جا بود. مزخرفات به خدا دلم گرفته که این سیاهی رو دارم تو کشورم و برای هموطنان میبینم. خیلی ممنون. امیدوارم در یک ایران آزاد، در یک ایران آزاد، در یک ایرانی که زن و مرد با حقوق برابر و مساوی همه همدیگه تو ایران همدیگه رو ببینیم و به امید سرنگونی این رژیم اشغالگر، این رژیم فاسد، این رژیم فاشیست. ممنونم از امید عزیز. عذر میخوام امید، چرا گفتم بابک؟ تقصیر شماست بابک. حالا خواستی از منم تشکر کنی؟ حالا اتفاق نمیفته. آره از شما تشکر میکنم. بله، برمیگردیم بالا به سامان. الان نوبت توه.
بسیار ممنونم. ببخشید دیگه دوستان، یه بار صحبت کردم وسط راه بودم، شاید بعضی خب نشنیدن، از همونجا ادامه میدم. بعد که من امروز رفتم بعد از فوتبال رفتم جایی و برگشتم، وقتم از بین رفت، نشد که در خدمت شما باشم. خوشحالم الان. اینو حساب نکن جزء وقت من بابک جان، فقط تو 5 ثانیه میگم. ازدواج در فرانسه به شکل ازدواجی که در ایران هست مرسومه، چون من تو فرانسه هستم. یه مدل ازدواج دیگه هم داریم که یه جور قرارداد بین دو فرد هست، ولی ثبت در واقع محضری به اون معنا نمیشه. در هر دوتاش شدیداً ممنوع ازدواج با اعضای خانواده. اصلا این جمله که ایشون میگن قانونش هست کذب محضه. اصلا من دارم اینجا زندگی میکنم دیگه عزیز جان. خب از الان بگی بابای جان 3 دقیقه در خدمت. نه یه چیزم اجازه من اضافه کنم حسین عزیز، شما که میگی قانونش هست، اون دوست عزیز قبلیمون اسماعیل اینستاگرام من داشت یه سری مطالب فرستاد، خواهشان تو این فاصله تا نوبتت برسه اون لینکی که اشاره میکنه که همچون قانونی هستش رو برای من بفرست که من اون مطلبش رو اینجا برای دوستانم بخونم. سپاسگزارم. من فقط اشتیز بگم خودتون بریم بگیم. نه 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 عزیز من، شما وقتی که یه ادعا خیلی سایتوی محترم، نه خیلی سایتوی معتبر هست. ببند همون سایتای محترمت یا معتبرت برای من لینکش رو بفرست که من برای دوستان اینجا اشاره کنم بخونم. من اینجا اطلاعات غلط داده شود سامان عزیز بفهم شما. من میتونم من الان آقا جان چرا ایشون متن قانون رو باید بفرستیم؟ من متن قانون رو میتونم الان به فرانسه به فارسی بخونم براتون. متن بگو بگو سامان همین الان. اصلا نیازی نیست، اصلا تو بحث ما هم نیست. من فقط می‌خواستم ایشون حرفو بزنم. من می‌خواستم ایشون بفرنس خودش رو به ما ارائه بده و اصلا نیازی نیست سامان جان بخونم. یه مسئله هم هست، بزن یاد بگیرن وقتی که یک ادعایی میکنن باید اثباتش کنن. آره اون که قبول، ولی من متن قانونو تو دور بعد اگه خواستی میخونم، چون دارم میخواد اون حرفامو بزنم. دوستانی هستم من برای آقا ناصر. آقا جان 3 دقیقه سامان باشه. من برای آقا ناصر بسیار احترام قائلم، واقعا دوست دارم، بچه بسیار متینی است و میخوام که پاسخ بده. دفعه قبلا با ما بود تا آخرش سامان. آره دارم میگم شما حساب کن 3 دقیقه. حرفم با هم هست، اما ناصر جان و آقای حسین میتونن بیشتر توجه کنن. یک، بنده در دور اول صحبت عرض کردم که ما صحبتمون درباره مذهب یا مقدسات نیست، درباره کل عقایده. درست شد؟ الانم دوباره از همونجا ادامه میدم. ببینید شما به محضی که دهنتون رو باز کنید و از یک صفت مثبت برای عقیدت، حالا هر چیزی هست، چه دینت چه غیر دینت، استفاده بفرمایی، به من این حق رو میدی که از صفت منفی برای عقیده تو استفاده کنم اگر به آن صفت منفی معتقد باشم. مثال میگم، به محضی که شما بگویید اسلام رحمانی، من حق دارم بگویم اسلام لجن است. این نکته اول. نکته دوم، ما میگیم آقا توهین به افراد ممنوعه، هر انسانی حق داره، آزاد محترمه. بعد شما تو قرآنتون به افراد توهین کرده نه به عقیدمون. شما طبق دستورات دینیتون کسی که عقیدش با شما یکی نباشد، یعنی مسلمان باشد و از اسلام بیاید بیرون، اونو میکشید. یعنی حق حیات که بدیهی ترین و پایه‌ای ترین حق هست از فرد میگیرید، بعد میایید میگویید که ما به عقاید ما احترام بگذارید. شما به فرد توهین میکنید. این نکته از این. نکته سوم، دین از نظر من سرطانه، آدم دیندارم سرطانی شده. من با سرطان میجنگم ولی به سرطانی، به بیمار سرطانی کمک میکنم، همه جوره، مالی، فکری، روحی، عاطفی. به همین دلیل است که میخواهم دین را پاک کنم از دنیا. اینو من با صدای بلند میگم، چون کمک میکنه بهت که از این سرطانت نجات پیدا کنی. نکته چهارم، برمیگردم به صحبت اولم، یعنی نکته اول. آقا جان احترام به عقاید، احترام به عقاید، اصلا شما چرا دین رو مثال میزنی؟ طرف راسیست میه، یعنی راسیسته، یعنی به نژاد پرستی معتقده. هست آقا طبق آمار رسمی تو این فرانسه که من هستم، طبق آمار رسمی، چون غیر رسمیش بیشتره، 25% افراد خودشون رو راسیست میدونن. تو میتونی به عقیده نژاد پرستی احترام بذاری؟ والا بنده ادرار میکنم توش، عذر میکنم از جمع. بنابراین احترام به عقیده به محضی که تو مخالفش هستی میتونی بهش توهین کنی. سوال این اتاق این است که خوب است، بد است یا زشت. من میگویم جایز است. پاسخ به سوال اتاق رو در آخرین صحبتم موقعی که جمع‌بندی بشه خواهم گفت که کدوم یکی از این گزینه‌ها رو خودم انتخاب میکنم. و اما نکته آخر، تو 30 ثانیه میگم دوست عزیز، توهین به عقیده ممنوعه؟ بسیار خوب، شما بیا بگو یک فردی مسلمان است با علم، چون یه بار آقای لطفی بودن یا دوست دیگری در یه اتاق دیگه گفتن، چون آقای لطفی هم اینجا هستن بین ما فکر میکنم، اومدن گفتن که آقا جان اگر کسی از دین اسلام با عناد خارج شود، به اسلام اینجوری کند اونطوری کند،
آقا یه کسی مثل من با عناد از اسلام میام بیرون، باشم دشمنی مطلق دارم، هیچ توهینم نمی کنم، بسیارم محترمانه باش حرف میزنم، درست شد؟ ولی با اسلام عناد دارم، خیلی هم علیهش تبلیغ میکنم. طبق دستور دین شما باید هر جا منی گیر آوردی بکشید. ممنون سامان عزیز، خواهش میکنم. مرسی، ممنونم. کرمیت جان ممنون ازتون. متاسفانه دوستمون آقای اسماعیل تشریف بردن، من خیلی دوست داشتم یکی دوتا از مسائلی که مطرح کردن رو چیز بکنم. یکی از مسائل ایشون فرمودن که من فقط جهت روشن شدن نیت جمع فقط اشاره میکنم، خیلی خفیف. یکی از مسائل این بود که ایشون مسئله سکس با نوزاد رو گفتن که در واقع توی رساله آقای خمینی نیست، توی کتاب تحلیل وسیله است. محض اطلاعشون هم توی کتاب تحلیل وسیله هست و هم توی رساله خود آقای خمینی. من خودم وقتی تازه 15 سال شده بود معلم دینمون گفت برید رساله بخونید و مرجع تقلید انتخاب کنید، من شخصا خودم تو رساله آقای خمینی خوندم این مسئله رو، هم سکس با حیوانات توش بوده، هم سکس با نوزاد بوده، هم خیلی چیزایی از همین دست. بنابراین این توجیه، حالا نمیدونم، من به نسخه جدیدش دسترسی ندارم که بخوام چک کنم ببینم، شاید تو نسخه جدید حذف کردن. هنوز هست. اوکی، خب دیگه بهتره دیگه. پس عرض به حضورتون یه مسئله دیگه این هستش که در واقع دوستان بحث توهین که میشه وقتی پای توهین‌های قرآنی مطرح هست میگن نه اینا توصیفه، اینا تمثیله، اینا فلانه. همونطور که وقتی بحث ایادات علمی قرآن میشه، مثلا هر وقت به کلا چیزایی میرسیم توی قرآن که مثلا هیچ معنی علمی نداره، میگن نه اینا تمثیل و توصیفه، مثلا چه میدونم چهارپایان رو تمثیل کردن، تشبیه کردن مثلا به چیز. خب اگه بحث تمثیله، خب ما مثلا فرض کنید اگر بگیم مثلا رسول اکرم مثلا فرض کنید یا نفر بود که وقتی حرف میزد صدای خر در میداد، مثلا بگیم این چیز این توهین نیستش، این تمثیله، قبول میکنید این حرفو از من؟ اگه قبول میکنید باشه، ما از این بعد تمثیل میکنیم به جای توهین. نمیشه که اینطوری چیز کرد. ببینید همونطور که شما اگر بگید هیتلر یک مرد سیبیلوی لاغر گیاهخوار بود که نمیدونم مثلا هنر علاقه داشت و آدمهای زیادی رو کشت، این توصیفه. اگر راجب محمد هم بگید مثلا محمد یک عرب بی سواد، یک چوپان بی سواد عرب بود که نمیدونم خیلی زنباره بود و با بچه سکس میکرد، بچه باز بود و نمیدونم آدمهای زیادی رو کشت و به خیلی تجاوز کرد، این هم توصیفه، اینا تاریخه. اینا هیچ کدومشون در واقع اگر بخواید واقعی حساب کنید توهین نیست. شما فقط زندگی یک نفر رو دارید چیز، همونطور که راجع به چنگیز خان میتونید که همچین چیزی بگید، راجع به هیتلر میتونید بگید، راجع به خیلی دیگه میتونید بگید، راجع به محمد مگر بگید؟ اینا هیچ کدومشون توهین نیست، اینا فقط توصیفات یک شخصیه که طبق شواهد موجود، طبق تاریخ، یه همچین آدمی بوده. حالا اگر دوستان علاقه شخصی دارن، این خودشون رو انقدر وابسته به طرف میدونن که توهین به چنین شخصی رو توهین به خودشون میدونن، اون مشکل شخصی خودشونه. باید خودشون تو ذهنشون انقدر باز بکنن که هویت خودشون رو با یک فکر، با یک شخص، با یک عقیده یا با یک کتاب عربی تعریف نکنن که بخواد بهشون بر بخوره. باید خودشون هویت مستقل برای خودشون داشته باشن، علاقشون جدا از شخصیتشون نگه دارن. ببینید وقتی که در واقع بحث ادیان میشه، وقتی بحث اخلاق میشه، مثلا فرض کنید ما همه میدونیم مثلا تجاوز بده، زنا بده، دخالت تو کار دیگران بده، وحشیگری بده، کشتار بده، غارت بده، بچه بازی بده، ولی به محض اینکه این چیزها اسم مذهب میاد روش، مثلا فرض کنید کلن سکس خارج از ازدواج اسمش میشه صیغه، فضولی کردن تو زندگی دیگران میشه امر به معروف، وحشیگری میشه اجرای حدود اسلامی، آدم کشی میشه جهاد، غارت میشه غنیمت جنگی، تجاوز به اسیر جنگی میشه احکام کنیزداری، بچه بازی میشه ازدواج، نمیدونم مثلا حالا 9 ساله رو میکنن بالغ، مثلا میشه سنت پیامبر. یعنی فقط اسم چیزها رو مذاهب عوض میکنن، هر مدل در واقع رذیلت اخلاقی که شما میشناسید رو تحت عنوان یه سری چیز مباح و نرمال و معمولی وارد میکنن. و چرا ما باید به چنین چیزهایی مثلا فقط چون اسمشون میشه دین، فقط اسمشون میشه عقیده، چرا ما باید به یک چنین چیزایی احترام بذاریم؟ اینا دقیقا دارن روند معکوس طی میکنن، یعنی برعکس چیزی که دینداران ادعا میکنن که ما اخلاق داریم میاریم و به همین دلیل باید به این اخلاقیاتی که ما ارائه میکنیم احترام گذاشته بشه، دقیقا برعکسه. در واقع اینا دارن یه سری چیزای غیر اخلاقی رو تحت عنوان دین به خورد جامعه میدن و انتظار هم دارن همه نقدها و همه چیزها رو سرکوب میکنن و دارن همینجور هی فقط سعی میکنن با سلاحی به اسم احترام به عقاید و نمیدونم شما دارید به ما توهین میکنید، شما دارید فلان میکنید، فقط سعی میکنن هر دو نقد و چیز رو دفع کنن، فقط پشت اون سپر قایم میشن و در واقع حملاتی که بهشون میشه بود نقدها رو بلافاصله در نطفه خفه میکنن، حرف بزنید میشه اسلاموفوبیا. واقعا این حربه خیلی بدی به همین دلیل اصلا نباید کوتاهی نشون داد، نباید اصلا مقابل این رفتارها نباید اصلا نرمش نشون داد، با قاطعیت باید نقد بشه، اگه لازم بشه توهین بشه، از هیچ چیزی نباید در واقع
کوتاهی کرد با سرچیز. ممنونم ازتون. ممنونم کرمیت عزیز. بس من مطلب رو مطرح کنم. کدوم دوستمون بودم؟ علیرضا هستم. آقای علیرضا عذرخواهی میکنم، اجازه بدید که به نوبت بیام پایین اگر که امکان داره. من تشکر میکنم. بابک جان الان ناصر باید صحبت کنه؟ آره ناصر باید صحبت کنه. الان خیلی فکر کنم چند تا مورد هم باید پاسخ بده، فکر میکنم اگه اشتباه نکنه. ناصر شروع کن ببینم. عرضم به محضرتون که مطالب گسترده میاد گسترده ای و متفرقه ای مطرح شد. بنده گوشه یادداشت کردم، حالا ان شاءالله که بتونم پاسخ بدم. در خصوص حدود اسلامی، بله درست فرمودید، ما در اسلام مجازات بسیاری از جرائم مرگ هست، همونطور که دوستان اشاره کردن محاربه. کسی که سلاح ورداره و در صدد در بیاد که امنیت جامعه رو به هم بزنه، یعنی با سلاح، اسلام تعریف فقهش اینه تجرید و سلاح لخافت و ناس، سلاح بکشه و بخواد نظم یک منطقه رو به هم بریزه، این محکوم به مرگ. افساد فی الارض، اگر کسی به شکل سیستماتیک بخواد فسادی رو، حالا به معنای مطلق کلمه، در حوزه های مختلف نشر بده در سطح جامعه، این فرد محکوم به اعدامه. افرادی که توهین میکنند به مقدسات، اینها محکوم به اعدام هستند. جرائم مختلف عرض کردم محکومیت اعدام دارند. در حوزه قصاص هم که یک حق خصوصیه و افراد میتونن، اگر کس فردی مرتکب قتل شده، اولیاء اعدام میتوانند اونها رو بکشند. سایر حدود اسلامی مثل شلاق برای شرب خمر، برای اعمال منافی عفت. اونطور همه آنچه که عرض کردم یک قید داره و اون اینه که اگر قبل از احراز این جرائم توبه فرد مرتکب محرز بشه، اون جرم ساقط میشه، اون حق ساقط میشه. فرض بفرمایم افساد فی الارضی که عرض کردم یا محاربه، اگر فرد قبل از اینکه در چنگ قانون بیفته توبهش محرز بشه، از اون عمل دست بشوره، اون حق ساقطه و قاضی مطلقا نمیتونه اون رو مجازات بکنه. این رو به این مد نظر داشته باشیم. بله کسی که اونقدر حتی که فرض بفرمایید فساد سیستماتیک کرده، چند تن تریاک، چند تن ماده مخدره رو در ترانزیت کرده و توبه هم نکرده، بله سزای این مرگه. من دفعات قبل محضرتون عرض کردم من به دنبال این نیستم که اسلام رو بزک بکنم، من اونچه که از اسلام میفهمم محضرتون عرض میکنم. اما راجب توهین های قرآنی عرضم به محضرتون که باز برمیگردم به عرض ابتدای خودم، بایستی بین آزاد تفکر و عقیده تمایز قائل شد. قرآن به تفکر کسی توهین نکرده، اون توهینی که شده نسبت به عقاید هست که من همون بدبن عرض کردم مطلقا محترم نیست. یک مثال برای عقیده بیان میکنم. من وارد دانشکده پزشکی میشم، میگم انسان موجودی فاقد قلب. اگر استدلال ارائه بدم، اگر اهل بحث باشم، فکت ارائه بدم، نظرم پذیرفته شده است، چه بسا کرسی به من بدن. اما اگر نه، بدون استدلال، مطلقا در صدد این بر بیام که نظم رو به هم بریزم، میگم مثلا کی گفته؟ این آقایون پزشکان نمیفهمن. انسان قلب نداره. قطعا من از دانشگاه اخراج میکنم. این نه برخلاف دموکراسیه و نه برخلاف عقله. کاملا مطابق دموکراسی، کاملا مطابق عقل و کاملا مطابق اندیشه است. یک اصل کاملا عقلاییه. و اما راجع به مبحثی که از رساله توضیح المسائل آقای خمینی شما بیان فرمودید، ما در اسلام دو نوع احکام داریم. یک احکام واقعی، دو احکام ظاهری. احکام واقعی احکامی هستند که منبعش قرآن و روایات هستند، یعنی ریشه در اونها دارند. اما یک سری احکام هستند که در قرآن و روایات ریشه و منشأی ندارند، بلکه فقیه وقتی با پرسشی مواجه میشه، میاد با استفاده از یک سری ابزارهایی که در دست داره، حالا ما اصطلاحا میگیم اصول عملیه، میاد نظر شخصی خودش رو اعلام میکنه. اون فتوایی که با آقای خمینی شما نسبت دارید ریشه در قرآن و روایات نداره، حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. ایشون برداشت فقهی خودش رو بیان کرده که به زعم منم 100% باطله. این فتوا خلاف عقل سلیمه و طبع بشری از این فتوا تنفر داره.
فلذا ما نمیتونیم این رو قبول کنیم. چرا؟ چون کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هر چیزی که عقل به اون حکم کنه شرع هم به اون حکم میکنه و هر چیزی که غیر عقلانی باشه شرع هم عرضم به محضرتون که بر اون تأییدی نداره. این مطالبی بود که بنده تا به اینجا مد نظر بود. اما در خصوص توهین که گفتید، من همون ابتدا یک مرزبندی بین توهین و نقد مطرح کردم. نقد کاملا آزاده، افراد میتونن اندیشه های مختلف، سلایق مختلف رو نقد بکنن، اما توهین قطعا پذیرفته شده نیست. شما میتوانید بین مسلمان بودن و مسلمان نبودن انتخاب بکنید، منتها احدی نمیتواند به معتقدات 1 میلیارد و اندی مسلمان توهین بکنه. این هم معقوله، هم مطابق با وجدان ارزم به حضورتون انسانی. جان 15 ثانیه ناصر جان عرض بنده تمام شد. یه چیزی هم اشاره کنم، یه چیزی هم البته اینجا اشاره ببرم. کنم که حالا تمامی چیزهایی که صحبت کرد یه مورد رو تو ذهن خود من اومد که خود من زمانی که در ایران بودم بسیار شاهدش بودم، اینکه از طرف خود مسلمان ها همین الان اصلا میبینیم از خود همین جامعه اسلامی که هستش، این به حساب توهینی که عملا داره به بهائیت و جامعه بهائیت میشه. تمام مسلمان ها، شما مسلمان ها عملا اونا رو نجس میدونید، اصلا کاری هم به 1400 سال گذشته هم نداریم. این قضیه هستش که الان توی 40-42 سال گذشته داره اتفاق میفته و میگن میگوین بهائیان نجسن. یعنی عملا میگیم بهائی ها، نمیگیم بهائیت. متوجه دوست عزیز ناصر گرامی؟ پاسخی داری براش چرا همچین واژه استفاده میکنید؟ ناصر نمیدونم قطع شد بود. خب شاید قطع شده باشه یا از اتاق افتاده باشه بیرون، به محض اینکه برگشت ادامه صحبتش رو میره. اوکی بریم سراغ دوست بعدی. آقای مرحوم اکبر، مرحوم اکبر این اسم تو اولش رو لااقل یه خورده چیز کن، چون آدم روش نمیشه بگیره. درود بر شما دیگه. به هر حال هر کسی یه اسمی داره دیگه، ما هم حالا از بخت بعد اسممون این شده دیگه. چیکار ما ارادت داریم به شما شما ببخشید مثلا یا سوات بهش بگم مرحوم جان شروع کن. آره میتونی بگی. اکبر زیاد داریم، مرحوم اکبر یه دونه است. خب شمایی که حالا اعتقاد به جهان بعد از مرگ ندارید یه ذره براتون سخته، ولی دوستانی که حالا اعتقاد دارن یه ذره این در واقع ثابت کننده یه این موضوع است که جهان بعد از مرگ هم وجود داره. ممنون. بفرمو مرحوم جان بفرمو ما در خدمت. والا من ببخشید من از دوستا مصاحبه میکنم، من مدت اینترنت هم دسترسی نداشتم، الان صحبت های این دوست عزیز آقای ناصر رو شنیدم، نمیدونم راجع به این موضوع صحبت شد یا نه، ولی یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب الان یه دادم یه مذهبی دارن به اسم اسلام و میگن شما اگر فلان مسئله رو مطرح کنید به ما توهین شده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که خب طرف مقابل میگیم همین اعتقاداتی که شما دارید به خدا، ما به خدا اعتقاد نداریم و اعتقاد داشتن شما به خدا توهین به ماست. این همه دیگه، چون یه عده‌ای هستن به یه چیزی اعتقاد دارن که مخالف اعتقادات ماست، درسته؟ این خب این میشه توهین به عقاید ما دیگه. حالا این چجوری توضیح میدن اینو، یعنی چه چیزی رو؟ ببخشید من یه دقیقه VPNم قطع شد، الان در خدمتتون هستم. درسته بگو سوال چی بود دقیقاً جسارت؟ ببینید آقای ناصر عزیز، من نمیدونم چه صدای خدا میشنوم، ولی سوال من اینه، سوال من این هست که مسلمان ها یا حالا عقاید دیگر، هر کسی یه اعتقاداتی داره و عده دیگر این اعتقادات رو ندارند، خب و مثلا شما میگید بی خدایی یا احترام نگذاشتن به دیگران یا نقد کردن یه چیزی مثل قرآن توهین به عقاید ماست. مثلا اگر کسی بگوید که قرآن توی قرآن این 10 تا آیه اشتباه هست، شما میفرمایید که این توهین به عقاید مسلمانانه، درسته؟ خب نقطه مقابلش اعتقاداتی که شما دارید هم توهین به عقاید ماست، چون شما معتقدید که یک چیزی وجود داره به اسم اسلام و دیگران رو در واقع حالا طبق اون چیزی که اون دوستمون گفتن به یه عده میگید نجس و یه عده میگید چه میدونم دشمن، یه عده رو میگید اگر جان صدای من میاد مرحوم جان،
آره آره آدم های مختلف، حالا مثلا تو قرآن یه در رو چه میدونم گفته بوزینه، اینا به آدم ها هم حتی گفته، یعنی کسانی که صرفا جور دیگری فکر میکردن، حالا تو مثلا اسلام قدیم میگفتن اینا نمیدونم جاهلن، یکی اسمشو گذاشتن ابو جهل، حالا هر کی به هر نوع یکی گفتن دستش قطع بشه. خود اسلام در واقع آغاز کننده یه تومی بود، زمانی که اومد یه سری اعتقادات اعراب جاهلیت رو گفت اینا اشتباهه و اینی که ما میگیم درسته، یا همینی که مثلا شما میگید توی قوانین مثلا اسلامی شما میگید اگر کسی اسلحه دست بگیره و امنیت جامعه رو به هم بریزه، خب همین اتفاق جامعه بود دیگه، همین اتفاق 40 سال قبل افتاد، یه دادم اسلحه دست گرفتن و یه حکومتی رو ساقط کردن. شما اسم اون رو هیچ وقت نمیذارید فساد فلعت، چون اون بر وفق مراد شما بود، ولی در نقطه مقابلش اگر امروز کسی همون کار رو انجام بده، حالا با هر ایدئولوژی، شما این رو میذارید فساد فلعرض یا توهین به عقاید مسلمانان. واقعیت اینه که یه منافعی وجود داره برای یه گروهی و هر وقت کسی خلاف این منافع حرف بزنه، شما میتونید اسمش رو بذارید توهین یا قیام علیه ما. عملاً در واقع مرزبندی ناشی از این ایدئولوژی هست، اگر شما این ایدئولوژی رو بذاری کنار، اسلحه دست گرفتن نفسش بر ضد حکومت رو شما میتونید بگید چیز بدیه، منطقه اونجایی که به نفع شماست، اونجایی که بر ضد در واقع یه حکومتی که شما باش مخالف هستی، شما اونو تایید میکنی. ولی اگر بر ضد حکومت شما، من صحبتم تمام شد، من صحبتم تمام شد، فکر کنم ایشون متوجه سوال من شدن. مرسی، ممنونم. آقا ناصر، عرضم به حضورتون که بنده از ورود به مباحث سیاسی خودداری میکنم، اما راجع به انقلاب 57 که فرمودید، خب جریانات مختلفی در انقلاب دخیل بودند، فاز مسلحان بر عهده مجاهدین خلق بود و کسانی که وابسته به جناح چپ بودند، انقلابی ها دست اصله نبودن که اگر هم میبردن کار ناپسندی بود، قطعا من در مقام دفاع نیستم، اما اون که شما میفرمایید آقای امید عزیز، میکروفون تو بزن به خودت میرسی صحبت میکنی. همین آخونده اومدن اعتراف کردن، شما چی داری میگی برادر من؟ امید جان میکروفون تو بزن. من مصداقه نمیتونم بحث کنم، بحث بنده تئوریکه، اما در خصوص این چیزی که فرمودید نها کنید، من مشخصا وقتی میگم توهین محکومه، مشخصا توهین ناسزا گفتن به ائمه و پیامبر اکرمه، این از منظر ما غیر قابل بخششه. مگر من عرض کردم نقد علمی ولو تخطئه کردن، ترد کردن ادله مسلمین، کتاب آسمانی، جرح و تخطئه کردن اون بلا ایراده، چون ناکن نحن ابناء الدلیل، ما بندگان دلیل هستیم، خود قرآن هم به ما گفته ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، مردم رو به دین خودت دعوت کن با حکمت نه با زور. فلذا ناکن الان بنده در این جمعی هستن، شما انتقاداتی رو نسبت به اسلام روا میدارید، بنده بایستی پاسخ بدم، نه اینکه خدای نکرده در مقام حتی که بر بیام. بله، اگر خدای نکرده دشنامی داده بشه اون دیگه قضیهش متفاوته، پس بایستی بین دشنام و نقد، من تو عرایزم هم عرض کردم، بایستی یک مرزبندی روشنی در نظر بگیریم. اما اون چیزی که راجع به بهائیت گفتید، نها کنین من تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیستم و نمیتونم هرچی که در این ساختار واقع میشه ازش دفاع بکنم. بهائیت مادامی که در مقام توطئه علیه مسلمین برنیاد، تا مادامی که به شکل سیستماتیک کنشی علیه جمهوری اسلامی نداشته باشه، به زعم بنده اونها مختارند و میتوانند زندگی بکنند و حتی تفحص در احوال شخصی اونها، اینکه چه کسی بهایی هست و چه کسی نیست، اینکه چه کسی اسلام رو قبول داره و چه کسی نداره، یک امر نارواییه. قرآن به صراحت به ما میگه لا تجسسو، تجسس نکنید. و در صدر اسلام من سری قبل در روم قبلی متعدد گفتم. صدا میاد؟ بله صدا میاد، اما بحث توهینی که از طرف مسلمونا به بهائیت داره میشه عزیزه، به بهائیا داره میشه، عرض میکنم بحث حکومتی ما نداریم اینجا الان. من 30 ثانیه بحث کنم، نه خیلی نکنید. بحث نجاستی که میگید شما، این نجاست جنبه سیاسی داره، بسیاری از آقایون قائل به اینن که این نجاستی که در قرآن بیان شده انما المشرکون نجسون، ناظر صرفا به مشرکینی بودی که میخواستن بیان داخل مسجد الحرام بشن، مشرکین معاند،
و این نجسون به این معناست که اینها را از ورود به مسجد الحرام باز بدارید. اون هم ناظر به شرایطی بودی که اینها مثلا توطئه بکنن. خود بنده هم این نظر رو قبول دارم و بهش پافشاری میکنم، ولی عرضم به محضرتون که در خصوص حالا مباحث پراکنده شد، من فراموشم کردم عرض کردم در صدر اسلام ما مصادیق متعددی داریم. افراد ایمان نیاوردند ولی در جامعه اسلامی زندگی میکردند، مسلمان ها باشون همزیستی مسالمت آمیز داشتن. فی المثل صفوان ابن امیه، عرض کردم وقتی مکه فتح شده بود این آقا فرار کرده بود، با شفاعت یکی از آشنایانش که مورد ملاطفت پیامبر قرار گرفت و از مرگ نجات جان 15 ثانیه این فرد تا 6 ماه همچنان کافر بود و در مدینه النبی در کنار مسلمین زندگی میکرد. احدی هم متعرضش نشد. چرا؟ چون عقیدش رو عرضم به محضرتون تبدیل نکرده بود به چماقی که بخواد خدای نکرده با اون به جامعه اسلامی آسیب بزنه. یک عقیده داشت برای خودش، هیچ کس هم متعرضش نمیشد. این احکام ارتداد اینها من توی روم دیگه هم عرض کردم، به ذنب بنده اینا همه مجازاتی که برش مترتبه ناشی از افساد فی الارضه، یعنی مرتدی که در مقام معارضه و رویارویی با نظام اسلامی بر بیاد، و الا نفس تغییر عقیده دادن، تغییر دین دادن شاید گناه باشه ولی جرم محسوب نمیشه. کاش همه در واقع روحانیون مثل تو بودن و همینطوری موضوع رو بررسی کردن ناصر، ولی مسئله اینه که اصلا چنین نیست. یاسر جان چیزی میخوای بگی؟ بله چند تا چیز میخوام بگم. یکی این که قبل از جمهوری اسلامی هم بهایی ها نجس شمرده میشدن، چون من ارتباط نزدیک باشون داشتم میدونم. و یه مسئله دیگه ای که من قبلش هم گفتم توی صحبت شما، اینکه شما میگی نظر ما اینه و بعد انتظار داره، خب چه کسی گفته که ما باید به نظر شما عمل کنیم؟ چه کسی گفته که ما باید زندگیمونو بر مبنای نظر شما بنا کنیم؟ ما هم نظر خودمون رو داریم. شما این قضیه رو که میفرمایید نظر ما اینطوریه که به اعتقاد باید اینطوری کنیم، این هیچ الزامی برای ما نمیاره، این رو در نظر بگیرید. شما منم یه مسئله اگه میشه اضافه کنم حالا به بهایان که بخشی نوبت منه. سرخشمه جان کرمیت مدیریتوره دیگه، کرمیت صحبت بکن بعد آقا سرخشمه. آخه شما مدیریتورا همه حرفا رو بزنید بعد دیگه چیزی بر ما نمیمونه. خیلی مواقع هم شما صحبت کردیم ما چیزی نداشتیم بگیم. من مطمئنم سرخشمه حتما مطالبی داره واسه گفتن با طرز شناختی از ایشون پیدا کردم امروز. بله حتما دارم کرمیت جان به صورت صوتی تصویری برای چشم 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 کرمیت جان خیلی مختصر که ساده دوستان شما گویا این آقا مازیار ما رو نمیشناسید که بهش میگید سرخشمه، برید اینستاشو ببینید تا بفهمید چه خبره. باشه سامان جان آقا کرمیت عزیز بفرمایید. اما کوتاه البته من در جواب آقای ناصر فقط میخواستم چیز بکنم. ایشون میفرمایند که این کافر بود، کافرها که نجس اصلا نجس بودنشون در واقع سیاسیه، داشتن یه مقدار در واقع در جا به جا میکردن مفهوم رو. من از روی سایت خود آقای سیستانی دارم میخونم، مسئله 80 نجاسات: ادرار، مدفوع، معنی مردار، خون، سگ و خوک، هشتم کافر. و حکم کافر نوشتن که کلا کسی که به خدا اعتقاد نداشته باشه و چیزای این مدلی، مثلا شما حتی ناخن و موش و اصلا تاچ بکنه نجس هست، شما باید بهت خودتون آب بکشید. این اصلا مسئله سیاسی نیست، این کاملا در واقع دقیقاً همون برخوردی رو با شخص کافر و شخص خود هر کسی که غیر از خودشون باشه، اهل کتاب نباشه، حالا به یهودی و مسیحی این حالت رو ندارن، ولی هر کسی غیر از اهل کتاب رو دقیقاً برخورد تیپیکال یک مسلمان نسبت به شخصی که اهل کتاب نیست، همون برخوردی که با مدفوع داره، یعنی فکر کنه دست بزنه بهش باید دستشو بشوره. این اصلا چیز نیست. حالا ایشون توجیه خودشون رو دارن میکنن در واقع دارن، ولی اصلا این هیچ ربطی به اصول اصلی اسلام و اصول فقهی خودشون نداره. هیچ کدوم از مراجع تقلید صحبت ایشون رو تایید نمیکنه، مگه ایشون یه ورژن جدیدی از اسلام اختراع کردن واسه خودشون. عذر میخوام ازتون. من این نشته یه اصول کنم دکنین تا 100 سال قبل حتی خیلی از فقها قائل بودن که مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم نجسند، اما از 100 سال به این ور تمام فتاوا عوض شد و همه بلا
متفق القول میگن که اهل کتاب یعنی یهودی، مسیحی، زرتشتی، طاهر هست. مسئله تغییر فتوا دادن، نوآوری در دین، چون اگر مبتنی بر یک سری اسلوب ها و متد ها باشه کاملا پذیرفته شده است. ما شیعیان یک اصطلاحی داریم میگیم انفتاح باب اجتهاد، یعنی اجتهاد در احکام دین الالعبد ممکنه منطقه بر مبنای اصول. خیلی از آقایون هستن که الان فتوا دارن که میگن کلن ذاتن انسان ها پاک هستن، مثل جناب آقای سید کمال حیدری، مثل جناب آقای ابراهیم جناتی، جناتی. بسیاری از آقایون، 4-5 نفر دیگه از آقایون بنده میشناسم که این رو گفتن. و نجاست کفار هم جنبه عرضی هم داره، یعنی خیلی ها قائل به اینن که چون میخوام مثلا میکروفون تو بیمقا باز کردی دیگه، لطفا نپیچون دیگه با این کلمات باش چیزش نکن. آره مازیار عزیز بفهم. درود به همگی. من چقدر هر چقدر شما بیشتر در مورد این اسلام توضیح میدید چقدر نفرت انگیزتره. شما فکر میکنید کی هستید که باقی رو نجس بدونید؟ علامه فلان گفته نه حالا دیگه نجس نیستن، مردشون رو باورها و دینتون رو ببرن، که اینقدر خودتون رو برتر دونستید که همه رو برگشتید میگید که این نجس، اون نیست، فلانه، این حرومزاده است، اون نیست، مردشون رو باوراتون رو ببرن. من انقدر دوستان همه قاشق صحبت کردن، آقای سامان و آقای علیرضا که با این تشریف دارن، به من یه خواهشی از شما دارم، لطف کنید از واژه الله استفاده کنید، این یادتون نره. الله با خدا خیلی فرق داره. خدا، ما ایرانیان خدا رو ساختیم چون ما به آفریننده خدا هستیم، ما خدا رو درست کردیم و تونستیم به اندازه بی نهایت خدا داشته باشه. اما الله یک چیز سالیده، توپره. الله آفریننده است. به یک اشتباه بسیار بزرگی شده در ترجمه های قرآنی، بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کردن به نام خداوند بخشنده مهربان. اصلا اینطور نیست، به نام الله رحم کننده، یعنی الله که میتونه تو رو بکشه اما نمیکشه. یادمون نره الله با خدا خیلی فرق داره، بسیار فرق داره. یه مسئله که به سابجکت چی؟ توهین. بله، این که برمیگردن میگن 1 میلیارد خورده مسلمان وجود داره توهین نکنید، یعنی اگر 1 میلیارد خورده آدم جلوی من و شما قرار بگیرن بگن 2 به اضافه 2 میشه 5، من باید چون بر اساس کثرت بگم چشم بله میشه 5؟ نه خیر، توهین بله. من الان پشت 18 چرخ نشستم، این 18 چرخ وقتی ترمزش در بره، وقتی نتونی وایسونیش، خطرناک میشه. باید وایسونی، باید چی کارش کنی؟ باید پنچرش کنی، باید کاری کنی که دیگه نتونه حرکت کنه. توهین به این باورها، به این خرافه ها دقیقاً حکم اون پنچر کردن رو داره. به هیچ عنوانم با این جماعت آخوند دنبال بحثای استدلالی نباشید، چون اینها میان بر اساس درسای حوزوی استدلالهای برهانی عقلی اسلامی میکنن که به هیچ عنوان با اون چیزهایی که شما آقای سامان، خانم سهیلا، آقای کرمید و تمام دوستان میگن جور در نمیاد. اینها فقط میان اسلام، مثلا میخواد با اسلام میگه فلان آیت الله گفته فلان. آقا ما بر اساس بیانیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، ما بر اساس حقوق اجتماعی انسانی میشیم صحبت میکنیم. شما بی خود میکنید که فکر میکنید برتری. من حق دارم به باور تو که به من توهین میکنه توهین کنم. من حق دارم اگر الان اینجا از الفاظی که خودم دوست دارم استفاده نمی کنم، چون نمیدونم پالیسی اینجا در چدی هستش که آیا میتونم استفاده کنم یا نکنم، من حق دارم به باورهای تو چیز کنم. من حق دارم، چرا؟ چون باورهای تو اصلا منو به رسمیت، تو کی باشی؟ اسلام کی باشه؟ محمد سگ کی باشه؟ قرآن سگ کی باشه؟ چرا بخواد برگرده به من بگه تو مثلا کافر حربی هست یا فلان؟ بعد میشینی توجیه میکنید در زمان فلانی فلانی هم بود، ولی چون عقایدش رو فلان میگه. آقا من میخوام داد بزنم، من میخوام داد بزنم، میخوام بگم بر الوهیت اون چمن آقای سرقبض بهشتتان شاشید. درود بر تو مازیار عزیزم. آره. درود بر تو. 30 ثانیه هم بیشتر شده. اعتقادات من رو نقد بکنید، شما از همه چیز اعتقادات من رو نقد بکنید، اما توهین دیگه بیشتر مکنونات ذهنی و تربیت خانوادگی تون رو نشون میده. آقا علی در خدمت. ممنون ازتون. من فقط این مقدار یه توضیح سریع میدم. تا
طبق ماده قانونی 161, 162 و 163 قانون مدنی فرانسه ازدواج بین بستگان درجه یک و همچنین با برادرزاده و خواهرزاده ممنوع است. توی چند تا سایت ایران متاسفانه این دروغ گفته شده. این هم دلیل داره. همونجوری که نشون میدن که میخوان آتئیست‌ها رو بی اخلاق نشون بدن، غرب رو لجنزار نشون بدن، اینم به همین دلیل. اما دلیل اینکه این لایحه به وجود اومدش و رفتش پارلمان چی بودش؟ به خاطر افزایش حمایت از کودکان که قربانی خشونت جنسی شدن این لایحه ارائه شد. همونطور که همتون میگین جنبش میتو وقتی به راه افتاد، افراد زیادی عنوان کردن خشونت‌های جنسی رو که بخشی از اونها افرادی بودن که درون خانواده یا سرپرستای خانواده این خشونت جنسی رو در حقشون کرده بودن. ماده اول دوم این لایحه میگه که مجازات هر گونه تعرض جنسی به کودکان زیر 15 سال به هر نحوی 10 سال زندان و 150,000 یورو جریمه و بار دوم 20,000 یورو جریمه داره. ماده سوم و چهارمش هم در مورد تعرض جنسی در محیط خانواده یا سرپرست هستش که این ماده هم اومده مجازات سنگین تری رو در نظر گرفته برای محیط خانواده و سرپرست و این مجازات تا 20 سال افزایش داده. به هیچ عنوان ازدواج با محارم در فرانسه قانونی نشده. اگر ازدواج سفید باشه کاملا قضیهش فرق میکنه، ولی قانونش طبق ماده 163 قانون مدنی فرانسه کاملا نه شده. اما در مورد موضوع تاپیک و گروه، طبق روالی که ما همیشه شاهدش هستیم، هر کدوم از آیات و روایاتی که در خشم و کشت و کشتار هستش، مسلمان ها میگن این نیاز به تفسیر داره یا این بر زمان و مکان خاصش رو دلالت داره. و همطور ما هم دو تا روایت خوندن که حضرت محمد مسلمان ها و حضرت علیش گفته بوده هر کسی که محبت ما رو نداشته باشه حرامزاده است. آقای ناصر اومدن گفتن که این به ولایت ربط داره و به ولایت ربط نداره، بلکه به مشیشون ربط داره. من که نه ولایتش رو قبول دارم نه مشی رو قبول دارم، پس این آقایون به من این حرف رو زدن. پس شما آقای ناصر الان گفتیم که دوستی که به شما توهین کردن گفتیم که به خاطر تربیت خانوادگی شد. پس ما میفهمیم محمد و علی از چه خانواده لجنی اومدن طبق تفکر شما، در صورتی که من همچین تفکری ندارم. مطلب بعدی هم که باید گفته شه، دوستان متاسفانه فقط دارن سفسطه میکنن. اگر شما درس دینی خوندی، من هم خوندم دروس دینی و بعدن بعد از این که اسلام آوردم از اسلام خارج شدم، طبق حکم مرتد فطری کسی که با تحقیق مسلمون شده باشه، یعنی من درس دینی خوندم، من علوم دینی نمیگم چون چرنده علوم نیستش، اینا درسه، من همین درس ها خوندم مسلمون شدم و بعدن فهمیدم که هیچی جز چرندیات نیست و از اون خارج شدم، پس من میشم مرتد فطری. حالا چرا میشم مرتد فطری؟ چون طبق اون تفسیری که شما میکنید من باید ناتونم. زمانی که من دارم اینجا میگم که اسلام چرند، محمد چرت، الله مزخرفه، پس دارم انات میکنم. و زمانی هم که اظهار میکنم، یعنی بیان میکنم این تفکرمو، پس اعدام من قطعیه. از طرف دیگه ازدواج منم طبق احکام شما فسقه و اموال منم طبق احکام شما حاکم اسلامی اونها رو قصد میکنه. چیزی جز کثافت توی این احکام شما میبینی؟ چیزی جز لجن توی این احکام میبینی؟ پس اون چیزی که خروجی الله و محمد و علیه طبق تفکر شما از یک خانواده لجنه، از یک خانواده لجن، از یک تفکر لجن، چیزی به جز لجن بیرون نخواهد اومد. ببخشید اگه طولانی شد. ممنونم علی جان. البته خب شما لطف کردید در مورد قانون فرانسه صحبت کردید، من مونده بودم به خود حسین برسیم اون موقع صحبت کنم، چون خودش برای من یه لینکی فرستاد از خبرگزاری تسنیم تحت با این تیتر که تقلای شوک‌آور دولت فرانسه برای تدوین قانون رابطه جنسی فرانسویا با محارم. حالا یه توضیحاتی هم داخلش هم داده. و از اون طرف هم دوست دیگه ما سامان عزیز همون قانون، یعنی به قانون ازدواج در فرانسه برای من فرستاد، البته نسخه فارسیش اگه لازم باشه خودشون
به صورت با اون زبه به زبان اصلی فرانسه هم میخونن. من فقط یه اشاره کوچیکی میکنم اون داخل. عرض کنم که در قانون فرانسه اومده که ازدواج بین افراد زیر ممنوع است، بین دو فرد در یک خانواده، چه به شکل سعودی مثل پدر و عمو و عمه، چه به صورت نزولی مانند دختر و پسر، و همچنین بین یک برادر و خواهر، بین دو خواهر و یا دو برادر اکیدا ممنوع است. پینوشتی هم داره، چون در فرانسه ازدواج بین دو همجنس مثل دو مرد از سال 2013 آزاد و قانونی است، در متن قانون به دو برادر و یا دو خواهر اشاره شده است. من خواستم این نکته رو اضافه کنم. ممنونم بابک جان، خیلی هم عالی. امید میکروفون تو آره ببند عزیز، میرسم بهت عزیزم، میرسم بهت. فریال صحبت داری؟ من فقط چند تا نکته بگم. اولا که جواب سوال دومم رو هنوز نگرفتم در مورد شستشوی مغزی کودکان تو مدارس به صورت اجباری. هنوز جوابی نگرفتم که اگر اینقدر این دین محکم و برحق هست، چه نیازی هست که ما به بچه‌ای که هنوز قدرت انتظار نداره، هنوز عقلش کامل نشده و نمیتونه تمیز بده بین مسائل، بیاییم که اینطوری باعث به وجود اومدن تعصب درمون بشیم. بشیم که یه چند تا نکته میخواستم بگم. اولیش در مورد دایره توهین عقاید بود. اون دوستمون میگفتن که در مورد اون حدیثی که به حرامزادگی کسایی که به ولایت علی اعتقاد نداشتن، گفتن که منظور مشی و قبول داشتن مشی و رفتار علی. اگر بخوام بگذرم از این مسئله که خب نمیدونم منظورشون از مش چیه، کسی که در برابر خواسته برادر نابیناش که ازش میخواد یه خورده سهمش از بیت المال کمتر بیشتر کنه، دستش زغال داغ میندازه، آیا این آدم نمیدونم مشش خیلی دوست داشتنیه، خوبه، طبق انسانیته، چی؟ حالا با این کار ندارم. منتها من میخواستم بگم که ما الان به نظر من بهتر عقاید رو منهای اخلاق کنیم. ما به این نقطه توجه نمی کنیم که این اسلام کلن ادیانی که اومدن اخلاق بشری رو به وجود نیاوردن، بلکه اونها رو بست دادن و براشون تبصره ایجاد کردن. منظور ما از اخلاق بشری چیه؟ به عنوان مثال من که از توی روانشناسی حالا خیلی آنچنان اطلاعات ندارم، ولی یه بحث جالبی که تو کتابای یونگ خوندم این به وجود شیوه به وجود اومدن اخلاق بشری بود. یه مثال جالبی که میزد، گفتش که مثلا به عنوان مثال بین انسان‌های اولیه پدری پسرش رو عصبانی میشه، دم رودخونه خفه میکنه، بعد از این کار غمگین میشه و اینطوری متوجه میشن که آقا کشتن فرزند کار خوبی نیست. کم کم حالا اینا هی بزرگ و بزرگتر میشه تا میرسه به این حقوق بشری که الان ما داریم و شکل پیچیده‌شه. ما این رفتارها رو توی حیوانات هم داریم، حتی اگه باهاشون زندگی کرده باشیم. رفتارشناسی جانوری هست، تنها تفاوت این هستش که در انسان پیچیده‌تر شده در طول بشر. حالا ادیان تنها کاری که کردن این هستش که یک سری تبصره بهش اضافه کردن. غارت اموال اشتباهه مگر این از طرف کفار باشه. قتل اشتباهه مگر اینکه کافر رو بکشی. دروغ اشتباهه مگر اینکه به کافر بدی. غیبت اشتباهه مگر اینکه از کافر باشه. تجاوز اشتباهه مگر زن کافر. نمیدونم پدوفیلی اشتباهه. من به عنوان مثال تاریکش عرض میکنم، احکام فرزند خواندگی تو فقه شیعه رو اگه مطالعه کرده باشیم واقعا نمیدونم، حالا آدمو بد میکنه واقعا. من میخوام اینو بگم که آیا این خطرناکتر نیست که ما برای تمام این اخلاق بشری که هیچ تبصره‌ای براشون وجود نداشته بیایم تبصره ایجاد کنیم، و اینم بگیم که هر مسلمانی چون که اومده دایره این اخلاقیاتش رو روی دین گذاشته، این دین از این به بعد هر تبصره‌ای که براش بذاره، هر دستور درست و نادرستی که بهش بده، این فرد موظفه که بهش عمل کنه، حتی اگر بهش وحی بشه که فرزند خودش رو قربانی کن. آیا این خطرناکتر نیست؟ ممنونم. ببخشید من میکروفونم قطع شد و موقع میتونم 30 ثانیه حرف بزنم؟ بابک جان وقتشون باقی مونده بود مگه؟ بله بله بفهم آقای مازیار جان. باز بخواهم ادامه صحبتم همینو بگم که توهین ببخشید من توهین به اسلام آری حتما باید انجام بشه. و اینو بگم که شما مسلمانان
اینو بدونید که اللهتون هیچ قدرتی نداره، اللهتون چون ضعیفه، اللهتون همون اندازه آلت مقدس آلت پرستان قدرت داره، از شما مسلمانان خواسته که در راهش بکشید و برای همین میخواد این ترس و وحشت ادامه داشته باشه. بهتر نیست. ممنونم از شما مازیار. سوره جان نفر بعدی حسین هست فکر کنم، درسته؟ مازیار قطع شد بخیر، یا صحبتش تموم شد؟ میکروفونشو بست، حالا من فرض کردم که تموم شد. آقای حسین بخیر. آقای حسین دوستان، چون بالا خیلی شلوغه، لطفا اگر کسی صحبتی نداره مفتادینس کنه که بتونیم بچهای دیگر بیاریم بالا. بگو حسین آقا. من خیلی دوست دارم بانوان گرامی بیام بالا بیشتر، چون فکر میکنم به هر حال آره من صحبتم تمام شد، خودم مفتدی انس میکنم. در مورد ازدواج سفید گفتیم که اگه با مهارم انجام بشه بحثش برمی میکنه، خود چه فرقی میکنه؟ خب یک. در مورد دیگه، در این روم 70 و ببینم چند نفر وجود دارن، ببینیم بذار رفرش. 71 نفر در این روم هستن. خب قبل من خانم فریال بود، خانم الناز، خانم یه الناز دیگه است، خانم سنشون هم پایینه، خانم بهناز، خانم نازنین. وقتتون نسوزون حسین جان، صحبت بله بله، نه صحبت من همین. ما حرفایی میزنیم در چه جمعی؟ آی سرخ جان، شما وقتی این حرفا رو میزنیم داری پافشاری میکنی در بیفرهنگی خودت که ناشی از بیخدایی که داری، داری پافشاری میکنی بر بیتربیتی خودت که ناشی از تربیت خانوادگی بدت. این که شما به ما میگید حروم زاده ناشی از چیه؟ آقا حسین چرا بهش توهین میکنیم؟ آقا ما داریم توهین میکنیم. این حسین داشت هم میده با همه رو با همین طوریه. حالا من بیتربیتی نکردم، آقا من واقعا خیلی زشته که ما این رو به کسی توهین کنیم. الان شنیدید مطالبی رو که دوستان خوندن؟ خودش با عقاید تو مدیر اتاق یه صحبتی بکنم. آیا حسین آقا شما به هیچ عنوان حق ندارین به هیچ کسی توهین کنید. اینو به حسین نمیگم، به همه آدمای موجود و قبل از همه به خودم میگم. شما نمیتوانید به هیچ عنوان از گل نازکتر به یک انسان بگویید. درست شد؟ تنها میتوان به عقاید توهین کرد و به انسانهایی مانند خامنه ای یا هیتلر که یک انسان‌های موجود در قدرت سیاسی هستند. تمام. ممنون سامان جان. سپاس از شما. آقای سرخ شما خواهش می‌کنم میکروفون تو باز نکن، چون که گفتم سپاس از شما. نه خواهش می‌کنم میکروفون بزن برای تایید. می‌دونی چرا آقا مازیار؟ چون که شما تیست و تند و تیست صحبت می‌کنی، اینا تحمل حرف حق هم ندارن. از این خواهش می‌کنم هر کسی رو می‌خوای تایید کنی فقط میکروفون بزن که اینجوری فضا متشنج نشه. آقای علی فکر می‌کنم نوبتش، درسته؟ آقای علی طاهری. بله آقای علی جان بفهم. درود بر شما، شبتون بخیر. ببخشید من یه چند دقیقه نتم قطع شد. عرض خدمتتون در مورد عقاید من نظر اولمو دارم. بعد فکر می‌کنم که هر کسی هر عقیده‌ای که داره فقط مختص توی خونه خودشه. از توی اون خونه خودش اومد بیرون، حتی توی اون خونه خودش هم حق نداره که اون عقیدهش رو به اعضای دیگه خانوادش بخواد انتقال بده. عقیدهش فقط شخصی واسه خودش باید باشه. از در اون خونه اومد بیرون، اون عقیده رو باید بذاره اون گوشه خونه رو بیاد بیرون. تا زمانی که این عقیده شخصی بود، فقط واسه خودش بود، قابل احترامه. اگر خواست اون عقیده رو به منم چیز کنه، اون عقیده دیگه عقیده اون نیست. من میتونم اون عقیده بی احترامی کنم. به قول یه بنده خدایی میگه توی هند به گاو احترام میذارن، گاو رو میپرستن، همه کاری واسه گاو میکنن، ولی اگه اون گاوشون بخواد به من شاخ بزنه، من اون شاخشون رو میشکنم.